حسین ابراهیم طاها سکرتر جنرال سازمان همکاری اسلامی میگوید که این سازمان با تعامل در چارچوب رویکرد بشری و دیالوگ سازنده با مقامهای حاکم در افغانستان ادامه می‌دهد. او این سخن را در آغاز 15مین اجلاس سازمان همکاری اسلامی به روز شنبه در گامبیا گفت. بر اساس اعلامیه سازمان، ابراهیم طاها از کشورهای عضو خواسته است که به طور سخاوتمندانه با تلاش‌های بشری سازمان همکاری اسلامی به ویژه در افغانستان از طریق صندوق مساعدت بشر دوستانه برای این کشور کمک کنند. وزارت خارجه طالبان امروز در شبکه اکس توییتر سابق گفت که عبدالقهار بلخی سخنگوی این وزارت به نمایندگی از حکومت طالبان در 15مین اجلاس سازمان همکاری اسلامی اشتراک کرده است. ماه گذشته طارق علی بخید نماینده ویژه این سازمان برای افغانستان در رأس یک هیئت OIC به کابل سفر کرده بود و این هیئت در دیدار با مقامهای طالبان بر تأمین حقوق اساسی زنان در افغانستان تأکید کرد. یک مقام طالبان میگوید که بر اثر باران شدید و جاری شدن سیل شهرهای بدخشان تخار برای ترافیک بسته شده است. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان به نقل از رئیس فوایدامی این گروه در بدخشان در شبکه اکس امروز نوشت که در پی بارش شدید باران سیلاب در شماری از مناطق سرازیر شده. او گفته که تلاش ها برای بازگشایی شهرها آغاز شده است. هزاران اسرائیلی طی راهپیمایی از حکومت بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل خواستند که توافق آتش‌بس با گروه تندرو حماس در غزه را بپذیرد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. با گزارش خبرگزاری رویترز، راهپیمایی در تل ابیب به روز شنبه در حال صورت گرفت که مقامهای حماس سرگرم دیدار با میانجی‌های مصری و قطری در قاهره بودند. نزدیکان و حامیان بیش از 130 گروگان باقی مانده در قید حماس گفتند که هر آنچه ممکن است انجام شود تا گروگان‌ها رها و به خانه بازگردانده شوند. حکومت نتانیاهو تأکید کرده است که جنگ را تا زمانی که حماس نابود نشود و همه گروگان‌ها رها نشوند متوقف نخواهد کرد. اما تلاش‌های بین‌المللی در زمینه توقف درگیری‌ها و آتش‌بس در غزه ادامه دارد. تیم الف کرکت سریلانکا در چهارمین بازی یک روزه با تیم الف کرکت افغانستان 276 دوش هدف تعیین کرده است. این بازی امروز در سریلانکا آغاز شد. کرکتران افغان تلاش میکنند هدف تعیین شده را تکمیل کنند. در سه بازی گذشته سریلانکا در برابر افغانستان پیروز شده است. قرار است که تیم های الف کرکت دو کشور در این سلسله رقابت ها در یک بازی دیگر نیز با هم روبرو شوند.